تاج جانم به این جهان باقی است، تاج باقی سر جهان نقشم، نه فراموش میکنم نه میبخشم. در کتب تاریخ آمده که امیر مبارز الدین در دوره‌ای که حافظ در شیراز زندگی میکرد و حکومت با او بود، وضو میگرفت و آدم میکشت بعد به نماز میایستاد. یعنی همیشه ترکیب بود، نماز خواندنش با آدم کشی، هر دو. و گفته شد توسط کسانی که در اونجا حضور داشتن، شاهدان عینی، که زمانی که امرای ارتش رو روی پشت بام مدرسه علوی کشتن، اعدام کردن، خون اونها جاری شده بود و نشت کرده بود، آماده ریخته روی پلکانه که به سمت پشت بام میرفت. خمینی وقتی که خبرش کردن که اینا رو اعدام کردن، از پله ها بالا میرفت و این شط خون جاری شده بود، دست رو زد توی خون، وضو گرفت، در بازگشت نماز کرد. در حالی که ماموران ولی فقیه دارن جوانهای ما رو، فرزندان مردم این مملکت رو میگیرن، میزنن، به اسارت میگیرن، شکنجه میدند و میکشند، ایشون دیشب حرم عبدالعظیم رو براش قرق کردند، بنا به گزارش روزنامه آرمان امروز که عکسش رو هم گذاشته و پیشان این روزنامه، به مدت 3 ساعت در حرم قرق شده مناجات کرده، صبح هم نماز خونده و به محل اقامتش برگشت. در برنامه امروز همینانم که آقای سپهر قصبی اون رو هدایت میکنه، با چندین شخصیت صاحب نظر هستیم، روزنامه نگاران و یکی دانش آموخته رشته فلسفه، آقای امین صوفیا مهر که امروز با ما هستن، تکا خانم نازنین انصاری با ما هستن، مدیر روزنامه کیهان، حامد عزیز با ماست، حامد محمدی روزنامه نگار جوان، بندم که در خدمتتون. اجازه بدید که سلام کنم به خانم انصاری. خانم انصاری خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم جناب میبودی به دکتر صوفیا مهر و حامد محمدی عزیز، همکارم، خانم سارا ایرانی که واقعا مشتاق دیدارشون هستم، و همینطور آقای سپهر خسروی و بینندگانتون طبق معمول. مرسی. آقای صوفیا مهر درود بر شما، خوش آمدید. درود بر شما آقای میبودی گرامی، خانم انصاری و آقای حامدی گرامی. بسیار خوشبختم که با شما هستم و با شما گفتگو میکنم. ممنون از خانم سارا ایرانی و سپهر خسروی که این برنامه را اداره کردن. ممنونم حامد محمدی عزیزم هم که در یکی از حساس‌ترین دوره‌های زندگی در برلین خودش رو به پایتخت آلمان رسونده، در اونجا زندگی میکنه و شاهد اتفاقات جالبی بود در این ماهای اخیر، در این هفته های اخیر، چون داریم نزدیک میشیم به سومین ماه از پایداری مردم ایران. آبه جان خیلی خوش آمدی. ممنونم. مرسی آقای میبودی. سلام به نازنین جان عزیز، آقای صوفیا مهر، شما آقای میبودی و همکاراتون و بینندگان. ممنونم. با آقای صوفیا مهر شروع میکنم. آقای صوفیا مهر سراپا گوشی. خواهش میکنم اجازه بدید من با این جمله کلیشه‌ای آغاز کنم که ما در شرایط تاریخی حساسی قرار گرفتیم، از این نظر که ایران وارد یک مرحله جدیدی شده. آغاز این روند رو میشه به آبان 95 بازگردون، زمانی که میهن دوستان جوان در پاسارگاد جمع شدن و شعارهای میهن خواهانه رو سر دادن و اونجا جمهوری اسلامی غافلگیر شد از این همه شور و شوق نسبت به میهن و میراث تاریخی ایران. جلوه دیگه از اعتراضات مردم در سال دی 96 بود و همچنین آبان 98 و حلقه آخر این خیزش انقلابی که به نظر من وضعیت انقلابی رو تثبیت میکنه، که از سال 95 آغاز شده، جنبش انقلابی که از شهریور ماه آغاز شده و هنوزم ادامه داره و در شهرهای ایران
تداوم پیدا کرده. من دیدم یه فراخوانی دادن برای فردا، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه به مناسبت سالگرد آبان خونین 98 و قرار از دوباره موج جدیدی از خیزش در ایران از سر گرفته بشه. به نظر من جمهوری اسلامی، خب ما میدونستیم که فاقد مشروعیت، منتها چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که این عدم مشروعیت هم جلوه داخلی پیدا کرده هم جلوه خارجی. آقای مکرون برای بار دوم تاکید کرد این اتفاقی که در ایران در حال روی دادن انقلابه و این انقلاب میتونه تغییرات مثبتی رو به وجود بیاره. این نشون میده که واقعا غرب کم کم داره به این سمت سو میره که اتفاقی که در ایران میفته نه اینکه یک جنبش اصلاحی بلکه یک جنبش انقلابی برای تغییر بنیادین ساختار سیاست در ایران و یک تأسیس نو و یک پایه‌گذاری نوین برای ایران آینده که میتونه هم پیامدهای منطقه‌ای داشته باشه هم پیامدهای جهانی. مردم ایران به نظر من به یک خودآگاهی ملی رسیدن و این خودآگاهی ملی از زمان انقلاب اسلامی 57 به خطر افتاده بود، چرا که دو تا ستون اصلی، دو تا موتور محرکه انقلاب اسلامی 57 یکی گرایش‌های ضد امپریالیستی بود که در قالب چپ اون زمان اغلب چپ کمونیستی، چپ روسی، عذر میخوام، چپ روسی طبقه بندی میشد و البته چپ که مربوط به آمریکای لاتین اون زمان بود بیشتر از این زاویه ایدئولوژی خودشو، از این منظر، از این پایگاه ایدئولوژی خودشو تغذیه میکرد و همچنین اسلام گرایان. این دو هر دو با مفهوم ملت ایران در ستیز بودن. یکی میخواست ایران رو به جبهه ضد امپریالیست برگردونه، در اونجا جای بده و تعریف بکنه، و دیگری میخواست ایران رو در جبهه امت اسلامی بگذاره و تعریف بکنه. این خیزش های پیاپی که به وجود اومده چیزی نیست جز شوریدن و عصیان علیه به اصطلاح تحریف ملت ایران و تکذیب و نفی ملت ایران. ملت ایران دوباره از پا به پا خواسته و داره هویت خودش رو فریاد میزنه. البته این هویت یک نوع هویت دیگر ستیزانه نیست، ناسیونالیسم کور نیست، بلکه من همیشه اسمش رو گذاشتم بر پایه نوعی میهندوستی آزادی خواهان است. اگرچه میراث فرهنگی و تمدنی خودش رو پاس میداره، بلکه خواهان آشتی با جهانم هست، سر دشمنی با دیگری نداره و خودشو برتر از دیگران نمیدونه و سعی نداره که ستیز جدیدی رو با جهان آغاز بکنه، بلکه میخواد با شناخت و هویت ملی خودش از این پایگاه با یک اعتماد به نفس، با یک خودآگاهی ملی با جهان دوستی بکنه و در ارتباط باشه و خواهان احترام متقابل باشه و همچنین از منافع خودش در این جهان آزاد دفاع بکنه و از مزایای اون بهره ببره و همچنین به تمدن بشری چیزی بیفزاید. میراثی که جمهوری اسلامی برای متاسفانه ایران امروز باقی گذاشته چیزی جز وحشت و ترور و آدم کشی نیست. ایرانیان میخوان از دوباره تمدن ساز باشن و مشارکت فعالی در ساختن تمدن بشری باشن به عنوان این قومی که به عنوان ملتی که از دیرباز در ساختن تمدن بشری نقش فعال و مثبتی داشتن و در این 40 و چند سال این نقش تمدن سازی ایرانیان به محاق رفته و الان نسل جدیدی برآمده که داره این نقش رو از دوباره به قول آمریکا کلیم میکنه و از اون دفاع میکنه و میخواد به اون بازگرد. تشکر میکنم، ممنونم. خب همینانم همونطور که پیش بینی میشد و بارها هم تاکید شده بود، این که بالاخره قدرت های غرب
ناچارن که به یک اجماع برسن در برابر جمهوری اسلام. برخی پا به پا شدن بعضی قدرت ها، مثل فرانسه. امروز میبینید که فرانسه تبدیل شده به قدرتی در اروپا که بیشتر از بقیه شاید خواهان زیر فشار قرار دادن جمهوری اسلامی است و از اون چی که در ایران داره میگذره به عنوان انقلاب یاد میکنه. با جمعی از شخصیت های ایرانی هم دیدار کرده، از جمله با خانم مسیح علی نژاد. ولی بی سابقه است. درسته قانونگذارها دیدار میکنن با سران اپوزیسیون در باره از کشورها، همینطور برخی نهادهای دولتی اغلب به طور مخفیانه، ولی یک رئیس جمهور وقتی با نمایندگان اپوزیسیون دیدار میکنه معنای دیگری داره. بنابراین غربی ها ناچارن به یک اجماع برسن به خط واحد و این اتفاق داره میفته. اجازه که از خانم نازنین انصاری بپرسم، با توجه به اینکه بریتانیا نخست وزیر جدیدی رو، نخست وزیر پیش از این کاملا به طور آشکار یک موضع انتقادی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی داشته، کشورهای تابع انگلستان یا وابسته به انگلیس مثل کانادا، مثل نیوزیلند، مثل استرالیا هم تکلیفشون از روز نخست مشخص بوده، ولی اتفاقات سیاسی که در انگلستان رخ داد یک خلأ ایجاد کرد و که منجر شد حالا به روی کار آمدن یک نخست وزیر جدید. ببینیم که نازنین جان در این زمینه ما چی میگه به عنوان شخصیت مطلع. حالا انصاری سراپا گوشی صدا نازنین جان صدا. خب بفرمایید. بله، همونطوری که گفتین بریتانیا الان دولتش با اومدن آقای ریشی سونک واقعا دوباره دولت شروع به کار کرده. البته در تمام این مدتی که دولت هم نبود در لندن، در انگلیس جامعه ایرانی خیلی زیاد هست و به خاطر همین مسئله مثلا نازنین زاغری ردکلیف ما داشتیم و گروه های ایرانی و در سراسر انگلیس اصولا خیلی اکتیف هستن. ولی از زمانی که از در این دو هفته گذشته که آقای ریشی سونک اومدن، مثلا در این چند روز گذشته دو سه تا اتفاق افتاده. یکی اینکه خبر اومد که یک تیمی از ایران به دنبال دو تا از خبرنگارهای ایران اینترنشنال بودن که اینجا دستگیر شدن اینجا، و بعد این خبرهای فرستادن پهپادها به روسیه خبرش خیلی اینجا بازتاب داشت و انگلیس، سفیر انگلیس در سازمان ملل در به شورای امنیت سازمان ملل نامه نوشته و خواسته که در مورد این دنبال بشه این موضوع. در همون ضمن امروز هم دوباره وزارت امور خارجه اعلام کردن که خبرنگاران ایرانی که در انگلستان هستن و در لندن هستن از خودشون محافظت بکنن. این وضعیتی که در ایران شروع شده، ما همیشه دنیای بین المللی میدونست که وقتی که به این مقطع زمانی برسه که رژیم خودشو در احساس خطر ببینه به این کارها دست خواهد داد، حمله ها در کشورهای مختلف، و تا حالا از زمان اول انقلاب تا حالا همین شده. ولی چیزی که امروز فرق میکنه با روزهای دیگه سالهای پیش اینه که جمهوری اسلامی خودشو از چندین مواضع مختلف زیر خطر میبینه، نه تنها از طریق اینترنت. الان با روسا در تماس هستن که یک رابطه سایبریشون رو جلو ببرن، برای اینکه در فضای اینترنت، در فضایی که خودشون باز کردن و هستن و کنترلش رو دارن، کنترلش از دست دادن. بدین ترتیب بله، خانم مسیح علی‌نژاد، لادن برومند، اینها کسانی هستند که از
در چندین سال گذشته در حیطه زنان، سایبر، جوونا همیشه اکتیو بودن و میتینگی که دیروز پریروز با آقای مکرون داشتن خیلی اتفاقا میتینگ مهمی بود و اهمیتش از این لحاظ است که در زمانی که جمهوری اسلامی همش داره سعی میکنه که درها رو به روی اینترنت ببنده، درها رو روی با بازداشت‌های بیشتر، با کشتار بیشتر، با الان خبرش هست که کسانی رو که بازداشت کردن چه احکامی دارن بهشون میدن، احکام اعدام، از این طریق، از یعنی با این دیدار، با دیدار سران مملکت‌ها، این نشونه اینه که وضعیت ایران در سطح اتنشن بین المللی درجه یک شده و با اینکه ایران جمهوری اسلامی در داخل ممکنه سرکوب بکنه ولی این بار جهان باز هست، آماده هست و این دیداری که با مسیح علی نژاد و لادن برومند اتفاق افتاد، این امید و بایستی که به مردم ایران بده که اینها پشتشون تنها نیست و اتفاقا خود عکس های این میتینگ ها که میبینین خود قیافه مسیح هم قیافه خوشحال تری هست و میدونه که وضعیت بین المللی پشتیبان از این انقلاب هست. من تشکر میکنم. فاصله هم خیلی کم بوده بین رئیسی، دیدار مکرون با رئیسی که این همه مورد اعتراض ایرانی ها قرار گیره و دیدار مکرون با مسیح علی نژاد. یعنی فاصله یادم رفت بگم حامد عزیز میتونه اضافه بکنه که در همون ضمنم دو شهروند فرانسوی رو دوباره در ایران بازداشت کردن. یعنی جمهوری اسلامی این فرق نمیکنه چه کارشه، یعنی از اولی که سر کار اومد همین رویه رو ادامه داد و به جز این رویه هم کار دیگه بلد نیست، ولی فرقی که اندفعه داره با دفعه دیگه اینی که طرف مقابلش دنیاست و فقط مردم پشتشون دنیاست. تشکر میکنم. حامد جان سرپا گوشی. من فکر میکنم انقلابی که امروز در میانه راهش قرار داریم دانه هایی بوده که 43-44 سال پیش در بدو تأسیس جمهوری اسلامی کاشته شد و امروز اسامی که نام میبریم، رسانه هایی که بهش اشاره میکنیم، فعالین سیاسی، میوه هایی رو در واقع میچینند از این انقلاب که امثال مانوک خدابخشیان، بهروز سور اسرافیل، علیرضا میبودی، رضا فاضلی، شهریار شفیق، فریدون فرخزاد کاشته. کیهان لندن زمانی چیزهایی رو مینوشت، زمانی تلویزیون پارس حرفهایی رو میزد که میخندیدن، مسخره میکردن، میگفتن اینها در توهمن. امروز اون روزی که بعد از 4 دهه این اتفاقات داره یکی پس از دیگری میفته با بازیگری مؤلفه هایی که اون موقع پیشبینی میشد و اصلا نبود، وجود نداشت و الان آن نسل شیک پاسارگادی که ازش صحبت میکنیم، اون روایت های برخواسته از مشروطه داره اونها رو بارور میکنه و این جای خوشحالی است. من فکر میکنم که هویت اصلی اعتراضات این دوره که تبدیلش کرد به یک انقلاب این بود که توانست صدای خودش رو جهانی کنه، یعنی فراتر از مرز ایران ببره و اون رو تداوم ببخشه. در واقع اعتراضاتی نبودش که در عرض 1-2 هفته بشه اون رو خاموش کرد، هرچند دستگاه سرکوب تمام تلاش خودش رو کرد که این اتفاق بیفته. نتیجه سرکوب 2 ماه گذشته برآمدن جوانهای دیگری بودش که به خونخواهی و دادخواهی جوانانی که ابتدای این اعتراضات از بین رفتند قد علم کردند، جلوی حاکمیت وایسادند، که بخش زیادی از اونها افرادی بودند، جوانانی بودند که در سیستم آموزشی جمهوری اسلامی هنوز حتی به سن بلوغ و تکلیف هم نرسیدن. دانش آموزان، اونهایی که وارد خیابان میشن، تعریف جدیدی دارند از مبارزه. در تایید این صحبت
باید مراجعه بکنیم به صحبت‌های زرقامی، رئیس سابق صدا و سیما، پاسداری که 3-4 روز پیش گفت مشکلی که اینجا داریم اینجاست که بازجوها نمی‌فهمن این بچه‌ها چه می‌گویند، بچه‌ها اصلا گوش نمی‌دن به حرف بازجوها. اسماعیل کوثری فرمانده سابق سپاه تهران بود، الان نماینده مجلسه، خودش روایت میکنه که رفتن به این بچه‌هایی که داخل زندان بودن گفتن میخواید حالا یک تعهدی بدید آزاد بشید، به مسخره این بچه‌ها برگشتن به بازجوها گفتن که شما 3-4 هفته دیگه اصلا نیستید. پس ما با یک نسل ویژه‌ای از مبارز طرفیم که تعاریف میدانی اونها هم از مبارزه عوض شده. تعاریفی مثل خیزش محل محور الان اومده، خرابکاری شرافتمندانه، خشم مقدس، اینها چیزهایی است که باید روایت‌های کف خیابان که به گوش رسانه‌ها برسه. خب گاهن نمیرسه، گاهن میرسه، بعضی سانسور میکنن، بعضی تحریف میکنن، اینها واقعیت. لازمم هست که بگم 24م، 25م، 26م و حتی بیشتر فراخوان‌هایی دادن از خود کف خیابان که این هم شاید یکی از نقاط برتری این دور از اعتراضات باشه که مردم فراخوانی رو میدن، رسانه ها گوش میدن و اون رو در واقع بازتاب میدن و اون اتفاق کف خیابان میفته. آقای میبودی، من به جای ادامه حرفا صحبت از ریزش نیروهای امنیتی میکنم، صحبت از اینجا میکنم که اونها کم آوردن در سرکوب، اینقدر کم آوردن که مجبورن در جمع ها محافل خودی همدیگر رو دلداری بدن. نمیدونم یک ویدیو یک دقیقه برای همکار شما فرستادم، اگر آماده باشه خیلی خوبه پخش کردنش. به من بگید که حرفمو قطع بکنم که ترجیح میدم به جای اینکه پر حرفی بکنم اون یک دقیقه پخش بشه. گوش میکنیم، با خودمون خلوت بکنیم بینی بین الله. بعضی از ماها توی این ایام، توی این یک ماه، توی این یک ماه در 15 روزه این حس نکردیم یه مقدار کار پیچیده تر شده، بدتر شده، سختتر شده، نکنه اوضاع به هم بریزه جور دیگه پیش بره؟ بعضا پیش اومده دیگه. خیلی این سنیا من خیلی ازم این سوالو میپرسم، مثلا بعضا میگه آقا این چیزایی که تو داری میگی برای دلخوشی ماست داری میگی یا نه واقعا مثلا خبری اونجوری نیست، قضیه تحت کنترله؟ میگم آقا واقعا این شکلیه، میبینم تزلزل بعضا ایجاد میشه. این توی خودی که به نصرت امام زمان، به نصرت الهی معتقده، اون دوچار بحران و چالش میشه. وای به اون. بله، این بحران و چالشی که این بسیجی بهش اشاره میکنه نتیجه همون نحوه مبارزات جدید، دیسیپلین جدیدی که جوانها در خیابان آوردن، مبارزه کردن و سرنوشت هم آقای میبودی کف خیابان مشخص میشه، نه در کاخ الیزه، نه در واشنگتن، نه در اینا، در مؤلفه های تاثیرگذار هستش، ولی سرنوشت مردم سر اتفاقاتی که کف خیابان میفته. و هر فعال اپوزیسیون، هر کسی که دستش به دولت ها، به رهبران غرب میرسه، اگر صدای این مردم رو به گوش اونها رسید، از هر جناحی، همین که به مرزهای ایران، همین که به پرچم شیر و خورشید باور داشته باشه، از ماست. باید سایه ای از اتحاد رو جمع کرد، هر کسی صدای مردم رو به گوش غرب رسوند، از ماست. و هر کسی غیر از این عمل کرد، دور از ما. تشکر میکنم. این صدای دلال ها که در اینجا واقعا خاموش شده، من اینجا شهادت میدم، در حالی که تو این 3 دهه اخیر واقعا ایرانی ها رنج میبردن از اینکه عده دلال با پشتوانه خیلی قوی و نیرومند به عنوان نمایندگان قطبهای قدرت در ایران و کسانی که میتونن وعده هایی بدن به کمپانی های بزرگ، حرف اول و آخر رو در اینجا میزدن که بیش از 33 بار به کاخ سفید در دوره پرزیدنت اوباما راه پیدا کردن. 33 بار، یعنی رهبران ایالات متحده آمریکا اینها رو بیشتر از همکاران خودشون میدیدن. امروز قضیه کاملا عوض شده و خود این به نظرم نشون میده که جمهوری اسلامی هرگز نباید هرگز امید داشته باشه که به خانه اول برگرده یا فکر بکنه میتونه به اوضاع قبل از مهسا امینی رجعت کنه. با سرکار خانم نازنین انصاری عزیز هستیم، مدیر کیهان، حامد محمدی عزیز روزنامه‌نگار جوان و آقای امین صوفیامهر دانش آموخته رشته فلسفه و علوم سیاسی. از بازار آگهی عبور میکنیم و میریم سراغ آقای صوفیامهر ببینیم که در دنباله چه سخنی دارن با ما در میان بگذارن. شما فکر کنید راجع به اون چی که داره میگذره. شما میخوام یه برنامه اختصاصی بگذارم، صداهای شما رو فقط در این برنامه بشنم. برمیگردم.
هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heydarilawgroup.com. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15. 818-344-5050 818-377-31 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. مهمونای من همیشه بوی معطر و رنگ غذاهای مخصوص منو تحسین میکنن، ولی نمیدونن راز تمام اینها فقط در رب گوجه فرنگی آرارات هست. رب گوجه فرنگی آرارات، خوشتم و معطر، سالم و با کیفیت، بدون مواد افزودنی، رنگ قرمز روشن و تهیه شده در ارمنستان. به غیر از رب گوجه فرنگی آرارات، محصولات غذایی فراوان دیگری رو هم میتونین از مغازه ها تهیه کنین، مثل خوراک بادمجان، خاویار، فلفل قرمز، انواع و اقسام کمپوتا. پس انتخاب شما از این پس میشه محصولات خوراکی آرارات، چون همیشه میمونه باهات. مانترا مدیکال سوپلای بهترین روش برای کاهش دردهای عضلانی، آرتروز، ناشی از پوکی استخوان، استفاده از لوازم ارتوپدی با تایید و نظر مستقیم پزشک شما می باشد. کمپانی مانترا مدیکال سوپلای شناخته شده و مورد تایید کمپانی‌های بزرگ بیمه برای دریافت لوازم طبی، زانوبند، مچبند، کمربند، قوزبند، ساپورت گردن، شانه و آرنج، واکر، اسا، صندلی حمام و صدها لوازم دیگر. مانترا مدیکال سوپلای دستگاه قند خون جدیدی را ارائه می دهد که شبها در خواب در صورت نوسانات شدید خون با آلارم دادن شما را بیدار کرده تا از عوارض ناگوار این امر جلوگیری نماید. کادر کارآزموده ما پس از یک تماس شما تاییدهای لازم از بیمه و پزشک شما تهیه نموده و مناسب ترین وسیله را تحت پوشش بیمه به صورت رایگان به شما تحویل می نماید. با مانترا مدیکال سوپلای تماس حاصل فرمایید. 747-230-5929. بینندگان عزیز، دکتر جعفر شجره هستم در برنامه healthmedia.tv. healthmedia.tv در تلویزیون پارس دوشنبه و پنجشنبه بین ساعت 4 و 5 بعد از ظهر و 9 تا 10 شب برای شما برنامه‌های ویژه پزشکی خواهد داشت. مصاحبه‌های مختلف با پزشکان مختلف در رشته‌های مختلف جهان پزشکی. امیدوارم از این برنامه‌ها لذت ببرید. با سلام، من مجید جانبین، مؤسس شرکت فرادایز نرسری. خوشحالم که به عنوان نخستین شرکت تولید کننده درختان میوه و گل‌های ایرانی سال‌هاست که با افتخار در خدمت شما هستم. پارادایس لندسکپینگ با مسئولیت مهندس آرشیتکت اشکان جهانبین همراه با کادری مجرب در ارائه کلیه خدمات محوطه سازی بمانند طرح‌های ایرانی، اروپایی، گل‌ها و گیاهان کم آب و دریافت کلیه مجوزهای لازم، نظارت و اجرای مستقیم در تمامی مراحل طرح‌ها در خدمت شماست. مشاوره در رفع مشکلات باغچه و اجرای باغ‌های میوه از کارهای دیگر پارادایس لندسکپینگ میباشد. آدرس 1943 دیستو در شهر چاتسورد، تلفن 818-701-5656 و در روی اینترنت www.paradiselandscaping.com. افتخار ما اعتماد و رضایت شماست. کیو مارکت دنیایی است از انواع میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و خاروبار، گوشت و مرغ و ماهی برای همه سلیقه ها و ذائقه ها. کیو مارکت با قیمت های باور نکردنی همراه خانوادگی شماست. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17-261 خیابان ونوبن در منطقه ولی. بربر به میگیریم امیانان عزیز ارجمندم. بریم به سراغ آقای امین صوفیا مهر. آقای صوفیا مهر، سرپا گوشیم. ببین، من میخوام
به این مسئله بپردازم که جمهوری اسلامی تا کنون چه ابزارهایی در اختیارش بوده وقتی که با بحرانهایی از این دست مواجه می شده و آیا اون ابزارها کماکان می تونن این گره از کار فروبسته جمهوری اسلامی رو باز کنن یا نه؟ یکی از ابزارها همون ابزار تبلیغاتی فریب سناریو سازی کارهای از جنس شاچراغ و موشک زدن به این ور و اون وره که دست به تحریف واقعیت بزنه، هم بسیجی رو به وجود بیاره، انسجامی به وجود بیاره در نیروهای سرکوب خودش و یا به خیال خودش تشتتی در مردم به وجود بیاره، مبارزین به وجود بیاره. ابزار دیگه ابزار اقتصادیه که جمهوری اسلامی همیشه به نظر من از سیاست فقر گستری استفاده کرده برای اینکه بخش‌های زیادی از جامعه رو وابسته بکنه به کمک‌های حکومت. اینی که به نظر من حاشیه نشین‌ها زیاده و این همه مثلا کمیته امداد تحت پوشش داره و یک حقوق بخور و نمیری میده، به نظر من این سیاست‌های فقر گستری و مقابله با توسعه سیاست‌های با هدفی بوده. شما وقتی که جامعه این رو فقیر نگه دارید میتونید از میان این فقرا یارگیری بکنید و اونها رو در نظام سرکوب بسیج بکنید، سازماندهی کنید. این یکی از ابزارهایی بوده که جمهوری اسلامی استفاده کرده. یا اینکه شما اگه ناراضی هستید ترس داشته باشید که اگه اعتراض کردید همون میزان اندکی که حکومت به شما میپردازه اون هم قطع بشه و زندگی شما دچار آسیب بشه. و دیگری ابزار سرکوب سخته که جلوه های بسیار خشن شما دیدیم در این دو ماه اخیر، اینکه جمهوری اسلامی از گلوله جنگی استفاده میکنه علیه کودکان، بیش از 50 کودک جان خودشون از دست دادن به خاطر این کشتار واقعا غیر انسانی که جمهوری اسلامی به راه انداخته. ابزار روایت یا اون ابزار تبلیغات، ابزار روایت‌های دروغین بسیار کند شده، بسیار آسیب دیده و دیگه اون کارکرد اصلی خودش رو نداره. تنها یه قشر بسیار محدودی از جامعه بودن که مسئله شاچراغ رو پذیرفتن که کار خود حکومت نبوده. با بسیاری که صحبت می‌کنی میگن که این به احتمال زیاد کار خود حکومت بوده، در شعارها هم بود، اون که نمیدونم دستش فلانه قاتل شاچراغه، دانشجوها شعار میدادن، مردم در گوشه کنار کشور شعار میدادن. این نشون میده که توان سناریو سازی و توان تحریف حقیقت جمهوری اسلامی از میان رفته و دیگه سخنانی که میگه باورپذیر نیست برای بخش‌های وسیعی از جامعه ایران. مسئله ابزارهای اقتصادی با توجه به تحریم‌ها بسیار بسیار آسیب دیده و نارضایتی اقتصادی خب بسیار گسترده است که دیگه احتیاج به توضیح زیادی نداره. مونده دستگاه سرکوب سخت. سرکوب سخت تنها چیزی که به نظر من برای جمهوری اسلامی مونده، البته بسیار تضعیف شده، فرسوده شده، منتها هنوز کار میکنه تا یه حدودی، یک موتور نیمسوز شده، منتها به صورت نیمسوز هم هنوز داره کار میکنه، این همین دستگاه سرکوبه. دستگاه سرکوب ویژگی داره اینه که شما تا یک اندازه‌ای میتونید از این چاقوی سرکوب استفاده کنید. چاقوی سرکوب هر چقدر که بیشتر ازش استفاده بشه کندتر میشه، یعنی که دستش میشکنه یا درون خودش تشتت و اختلاف و چند دستگی به وجود میاد. و اینکه این مأموران سرکوب از خودشون بپرسن که این چه شغلیه که هر روز من باید روی هموطن خودم باتون بلند کنم یا اونها رو با تیر جنگی بکشم،
و مورد خشم و نفرت جامعه ایران قرار بگیرم. وقتی که به خانه میرم، اگر که فرزندم، همسرم ازم پرسید امروز چه کار کردی، چه پاسخی دارن این افراد؟ همچنین ترس از خشم مردم، از انتقام مردم، اینه که کسی عزیزش رو از دست داده، فرزندش رو از دست داده، خواهر و برادرش رو از دست داده، میتونن وقتی که ببینن صدای دادخواهی وجود نداره و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که نوعی خودش هم دستگاه سرکوب و کشتاره، اون هم وجود نداره، احتمال داره این انتقام جویی مستقیم متوجه ماموران سرکوب بشه. موقع به نظر میاد که دیگه ماموران سرکوب نمیتونن بگن که این به هر حال این شغل ماست و دیگه شغلی نداریم، این تنها راهیه که ما امرار معاش میکنیم. اون موقع هزینه سرکوب براشون بالا میره و باعث میشه که شک و تردید داشته باشن نسبت به اون کاری که میکنن و یا اینکه اصولا مشارکتی نداشته باشن. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیده و جامعه ایران به هیچ وجه به پیش از شهریور 1401 باز نمیگرده و هرچقدر ما جلوتر میریم این شکاف میان حاکمیت و مردم عمیق‌تر میشه، شکافی که با رد خون، با خون مهساها و نیکاها و ساریناها کشیده شده روز به روز عمیق‌تر میشه و روز به روز تنفر و اشمئزاز و خشم مردم نسبت به حکومت بیشتر میشه. شما کافی نام خامنه ای رو ببرید تا با سیلی از شعار و البته جاهایی که اصلا قابل، چیزهایی که قابل بیان نیست اینجا متوجه و خطاب قرار بدن این فردی که تا مرفق دستش به خون جوانان ایران آلوده است و آغشته است، به بیانی به اون گفتن ضحاک علی، به درستی این عنوان رو بهش دادن، کسی که پایه های حکومتش رو روی خون جوانان و چه بسا مغز جوانان ایرانی بنا کرده. بنابراین من فکر میکنم حکومتی که کارش شده کودک کشی آشکار، پیش از این جمهوری اسلامی کودک کشی کرده منتها آشکار نبوده، در زندان ها بوده، اخبارش به ما میرسه، ولی خب الان مقابل دوربین ها، مقابل چشم جهان، مقابل رسانه های جهانی دست به کشتار کودکان میزنه. حکومتی که کارش به اینجا رسیده واقعا یک مرده سیاسیه، یک لاشه مرده سیاسیه که قابل احیا نیست. تنها چیزی که باز تاکید میکنم براش مونده همین دستگاه سرکوبه که من همیشه گفتم که باید تلاش کرد این دستگاه سرکوب و بیش از پیش مختل کرد و از کار انداخت و در مورد چگونگی از کار انداختن این دستگاه سرکوب بیشتر صحبت کردیم. وقتی که جمهوری اسلامی این ابزارم از دستش خارج میشه، لخت و عریان میماند و خشم مردم که اون موقع زمان سقوط و فرار مقامات جمهوری اسلامی خواهد بود. تشکر میکنم. ممنون آقای سوفیانی. خب نازنین جان تا اینجا. بله آقای سوفیانی گفتن الان راجع به کودکان، آخرین آماری که هارونا پخش کرده 52 تا کودک در این 8 هفته گذشته کشته شدن. بدون شک از این صحبت از این ابزار سرکوب کردن، یکی از ابزارهایی که از زمانی که اینترنت به روی کار اومد سعی کردن استفاده کنن برای خودشون همین اینترنت بود، ولی به خاطر اینی که از یک فرد میخواستن از اینترنت خودشون ثروت جمع آوری بکنن، شرکت های زیادی، شرکت های خصوصی شروع کردن که هم بتونه وی پی ان درست کنه، هم بتونه خط لینک های مختلفی درست کنه بده امروز، ولی میبینیم تا حتی سعی کردن که اینترنت خودشون رو درست کنن، اپای خودشون رو بیارن و بر اساس یک آماری که از
داخل ایران هست، فقط 1% مردم از سروش و روبیکا رو اصلا دانلود کردن و استفاده میکنن. برای اینکه همونطوری که آقای صوفیا مهر گفتن، این جامعه جامعه آگاهیه. جوانای دهه 80 با اینترنت به دنیا اومدن و بزرگ شدن با سوشال میدیا، میتونن از جاهای مختلفی برن و صدا هم راجبه ایران و اون هویت خود با هویت خودشون آشنا بشن و هم اینی که الان اون جرأت رو پیدا کردن که چه کار بکنن و چطوری هر چقدر هم که این رژیم سرکوب دستگاهاش بیشتر میشه، دیدیم در این سالهای گذشته تعداد تظاهر کنندگان بیشتر شده و تا حتی الان هم در این 2 اخیر مردم نشون دادن که حاضرن خون باهای خون بدن که برای اینکه چیزی ندارن به جز اون. ولی در همون ضمن الان بر اساس آماری که خود جمهوری اسلامی میده، بیش از 80% دور جمعیت ایران دسترسی به اینترنت داره، ولی فقط 1% به برادبند دسترسی دارن. یعنی تا اونجایی که تونستن فقط خواستن که صدای خودشون بیرون بیاد و کانال‌های صدای خودشون، تا حتی یک خبرگزاری فارس فکر می‌کنم 1 پیش 2020 یک گزارشی رو داد که بیش از 48 میلیون را تلگرام هستن و بیش از 500 میلیون پست تلگرامی در سال دارن ایرانی‌ها میدن. الان اخباری که از داخل ایران میاد و این همینطوری که گله هایی که سران حکومت میکنن اینه که اغلب 90% از اون کانال ها ضد جمهوری اسلامی شده. نه تنها از کانال های خود جمهوری اسلامی استفاده نمی کنن، بلکه اونهایی هم که اجازه میدن که وارد این کانال ها بشن، اونا 90% علیه جمهوری اسلامی صحبت می کنن. دیگه چی میشه به این اضافه؟ آقای جان، آقای میبودی، جمهوری اسلامی همواره برای بقای خودش یک بازوی اصلی داشت، یک بازوی فرعی. بازوی اصلیش خب سپاه پاسدارانه. سپاه پاسداران هم نه فقط یک نهاد نظامی، بلکه یک تشکیلات امنیتی اقتصادی است که در بخش فرهنگی هم فعاله. پل میسازه، کارهای عمرانی انجام میده، نفت میفروشد، در بیرون ماموریت‌های برون مرزی دارد، بر بعضی از کشورها سفرا را انتخاب میکنه و همان چیزی که راجب سپاه میدانیم. این بازوی اصلی الان درگیر سرکوب اعتراضات در کف خیابون، درگیر 4-5 نقطه درگیر در هول و هوش مرزهای ایران، از جمله آذربایجان، باکو، در ترکیه، در اقلیم کردستان، در آبهای خلیج فارس، در شرق کشور، در مرزها با پاکستان و افغانستان. و در واقع یک نظام سرکوبگر نمیتواند همزمان هم مردم رو در چند جبهه در داخل کشور سرکوب بکند و همزمان هم کار اطلاعاتی بکنه، همزمان هم کار قضایی انجام بده و بازجویی رو انجام بده، همزمان کار شناسایی رو انجام بده. نهادهایی هم که در کنار سپاه کار میکنن، مثل نیروی انتظامی، فرماندهان ارتش، قوه قضاییه، بسیج و لباس شخصی ها و گروه های خودسر، اینها هم هر کدوم به نوبه خودشون یک نهاد امنیتی موازی هستند که بعضن موازی کاری اونها باعث دردسر میشه برای خود سیستم. که این اتفاق افتاده کف خیابون، ویدیوهای زیادی در این چند وقت دیدیم که بین نیروهای بسیج و نیروهای ویژه پلیس درگیری درست شده. این درگیری ها بخشش عقیدتی و وجدانی است، بخشش فنی است. درگیری هایی است که به مجلس شورای اسلامی و نهادهای امنیتی هم کشیده شده. الان یک بخشی از سیستم ادعا میکنه ما با تیر جنگی نمیکشیم، یه بخشی میگوید فقط با فشنگ ساچمه‌ای، یک بخشی همون ساچمه‌ای رو هم تکذیب میکنه، یه بخش دیگه میگه اصلا نیروهای ما اسلحه با خودشون ندارن، یک بخش بزرگی از سیستم هم به علی شمخانی و سایر فرماندهان مثل وحیدی وزیر کشور میتوپند که چرا از تیر جنگی استفاده نمیکنه. این خودش یعنی درگیری در داخل سیستم. این ساختار چگونه میریزد؟ به قول آقای صوفیا مهر، زمانی که متوجه بشه هزینه کشتار مردم و سرکوب مردم به اندازه خودش یا 2 برابر خودش سخت‌تر میشه.
پس این یه بخشش به عهده مردم و مردم متوجه این قضیه شدن. اونجایی که احساس میکنن از سیستم صدمه جانی یا مجروح بهشون تحمیل میشه، همون رو برمیگردونن به سیستم. این یک مسئله در مورد بازوی اصلی سپاه. تحریم های منطقه‌ای رو هم نباید فراموش کنیم، تحریم های بین المللی رو هم همینطور. اینها هم یک جوری به تامین کنندگان سپاه که اصل عنصر اصلی سرکوب فشار وارد میکنه. یک بحث دیگه هم گره خورده به این، ارسال پهپاد به روسیه که قربانی در واقع برنامه‌ریزی روس‌ها شد. جمهوری اسلامی شری بود که پوتین برای اینها درست کرد و وارد این گرداب شدن. یک بخش دیگه اش هم مربوط به آزمایشات اتمی و رسیدن به سلاح اتمی و موشک‌های بالستیکه که الان در این باتلاق سپاه گیر کرده. همزمان اینها رو بذاریم کنار، درگیری‌های بازوی اصلی، درگیری‌های بازوی فرعی چیه؟ اصلاح طلبانه. اصلاح طلبان مستقیم در سرکوب مشارکت ندارند، اما لوجستیک سپاه در تمام تبهکاری ها رو فراهم می کنند. نمونه بارزش حزب کارگزاران سازندگی حسین مرعشی، کاپتان عرب و رئیس ماهانیره. در تمام دورانی که جنگ سوریه برقراره یا در تمام دورانی که سپاه بیشترین حجم ارسال پهپاد و قطعات نظامی و اینها رو به روسیه داره، میبینیم پروازهای هواپیمای مسافربری ماهان بیشترین سهم رو داره. یعنی 4-5 شرکت دیگه مثل پویا ایر، مثل ساها یا یکی دو شرکت دیگه مثل قشم، اینها هر کدوم 4-5 پرواز داشتن تو این دو ماه گذشته. ماهانر با هواپیماهای مسافربری اما کالاهای نظامی رو حمل میکرد، همچنان که در سوریه هم میکرد. روایت اصلاح طلبان کارتهایی رو که برای بقای جمهوری اسلامی در یک پروژه مثل اصلاحات رو میکردند یا کشیدن مردم پای صندوقهای رأی یا فریبکاری و شارلاتانبازی و دودوبازی رو، همه رو اصلاح طلبان برای نظام فراهم میکردند. امروز مردم دست اونها رو هم خوندن. در واقع نظام هم بازوی اصلیش رو که سرکوبه و کارهای سخت رو انجام میده و قدرت رو، هسته اصلیش رو تشکیل میده، از دست داره میده، دچار ریزش شده و هم کارت بازی جدید براش تولید نمیشه. بعد از یه مدتی میبینیم سیستم دچار قفل میشه، قفل ذهنی میشه، فرمان میده به علی خامنه‌ای. نتیجهش چیه؟ در جای بی موقعی بلند میشه، باید بره دست به دامن ائمه و نماز خواندن توی شاه عبدالعظیم و اینجور چیزها بشه. هر چقدر که به این سیستم بیشتر فشار میاریم، حرفهای تخیلی و ماورایی که یک ربطی به آسمان داره بیشتر شنفته میشه. اینها رو همه رو میتونیم ببینیم. همین ویدیویی هم که چند دقیقه قبل پخش شد ببینیم، رفتن سر مزار، حالا به قول خودشون، شهداشون، کشته هایی رو که مردم تو اختشاشات ترتیبشون رو دادن. اینها در واقع من خوشحال میشم وقتی که این چیزا رو میبینم، به خاطر اینکه به قول معروف اینا هر موقع که کم میارن یا دوچار بن‌بست میشن میزنن تو کربلا، اینها علائم میشه. تشکر میکنم. نیرون هم همین حالت رو داشت. وقتی در اوج قدرت بود خدا رو بنده نبود. وقتی احساس ضعف میکرد و زانوی غم به بغل میگرفت یه گوشه کز میکرده. این در باره نیرون آمده. خامنه ای به همین ترتیب هر وقت احساس ضعف کرده یا به دست علیش اشاره کرده یا گریه کرده، هایی گریه کرده و هر وقت هم احساس قدرت میکرده دیگه، هم خدا رو بنده نه. همین که میره پناه میبره به امامزاده و شب تا صبح در اونجا اعتکاف میکنه و صبح هم حتی نماز در اونجا میخونه، 3 ساعت مناجات کرده، مفهومش اینه که دوباره میخواد مظلوم نمایی کنه. یعنی وضعش خرابه. آیا صوفیا مهر برمانید؟ بله درسته. به نظر من خامنه‌ای در شرایط بدی قرار گرفته. من فکر میکنم شاید ایشون رفته مناجات کرده، شاید آرزوی مرگ کرده. من فکر نمیکنم کسی در دنیا باشه که الان آرزو کنه جای خامنه‌ای باشه. یعنی روزی نیست که نام او رو با دشنام و ناسزا، و چه بسا خیلی ها میگن این ناسزا نیست، سزای اوست، مورد خطاب قرارش میدن. حکومتی که اکثریت مردمش خواهان براندازیش هستن واقعا چیزی نیست جز مرده سیاسی. منتها من فکر میکنم که آقای خامنه ای که الان به نظر میاد دخمه نشین شده و ایشون حتی به نظر من جرأت چاوشسکو رو هم نداره. ببین شما، چاوشسکو اومد به یک نوعی در میان مردم، فکر میکرد اونا طرفدارانش، هم فکر میکرد مردم هنوز خواهان اون هستن، ولی اومد میان مردم سخنرانی کرد
و اون موقع مردم هوک کشیدن و شعار علیهش دادن و به سمت کاخش حمله کردن. اگه آقای خامنه‌ای حتی جرأت این کار رو نداره، فرض بکنید بیاد در میدان آزادی در تهران بخواد سخنرانی بکنه، به نظر من اون همون روز همون ساعت پایان زندگی ایشونه. ماکیاولی میگه که حاکمی که دشمنان زیادی برای خودش بیافرینه واقعا حاکم مفلوکیه، چرا که شما وقتی که یکی دو تا دشمن داشته باشید احتمال داره که بتونید اونو شکست بدید، ولی وقتی که محاصره شده باشید با دشمنان خودتون که مردم ایران هستن، اون موقع به احتمال زیاد نمیتونین از این ورطه بلا جان سالمی به در ببرید. خامنه ای الان در چنین موقعیتی قرار گرفته، از ماها پیش دلداری میداد به دستگاه سرکوبش که خدای 1400-1401 همون خدای دهه 60 به نظر میاد الان دریافته نه این خدا خدای دهه 60، نه این مردم دهه 60 هستند، این مردم 1401 هستند که آگاهیشون گسترده شده، ژرفا پیدا کرده و دیگه حکومتی رو نمیخوان که دست به کودک کشی میزنه. یعنی که این قاطعیت بربریت، این قاطعیت توحش دیگه جایی رو برای تئوری و بحث و تحلیل قرار نداده، یا شما با توحشید یا علیه توحشید. این دو قطبی امروز ایران، دو قطبی میان ستیز با توحش و همراه بودن با توحشی، این کلیپ یک دقیقه رو از این فردی که جز دستگاه سرکوب پخش کردید، میگفت که افرادی که باور دارن به نصرت امام زمان، نصرت الهی، اونا دچار تزلزل شدن. یعنی برای اینها توحش بخشی از نصرت الهیه و خدای اینها خدای توحشه. با اینها نه گفتگو میشه کرد، نه اینها رو میشه اصلاح کرد. همیشه گفتم اینها اصلاح پذیر نیستن، اما شکست پذیر هستن. شکست قوی ترین ابزار اقناست، نه لزومن گفتگو، نه کلام. وقتی که این افراد و ابزار کشتار از دستشون در بیاد، اون موقع میتونن فکر بکنن یا فکر کنم که به خودشون بیان که دیگه امکان کشتار ندارن. حاکمان ستمگر یا شکست میخورن یا آدم میکشن. گوش شنوایی ندارن، دنبال گوش شنوای حاکمان خونریز نباید گشت. اونها گوشی ندارن که بشنوند، اونها تنها میل ارادی کشتار دارن و اینکه میشه اونها رو شکست داد. و به نظر میاد مردم ایران به این واقعیت پی بردن که میشه اونها رو شکست داد و از شر اونها خلاصی پیدا کرد. ممنونم. گربتونم اومد جلو. اسمش چیه؟ اسمش کاپکیکه. کیک فنجانی. ممنونم. اشاره کردم به اسمشو شنید میاو کردن. روزی که از قرآن همینانم واقعا اثبات کرد آقای خامنه‌ای و همونطور اطرافیانش، اینا به اصلی تعلق دارن که انسان هنوز صاحب قدرت تکلم و قدرت شنوایی نبوده. نمیدونم دوره ناندرتال قاعدتا باید یه دورش این گونه بوده، یعنی نمیتونن حرف بزنن، یعنی متعلق به زمانی هن که هنوز زبان اختراع نشده بوده و اینا یا پنبه در گوششون یا قدرت شنوایی ندارن. یعنی حکومت درمانده یه بیچاره ایست که فقط سرش به دیوار میزنه و تنها هنر و استعدادی که داره دشمن تراشیست. و یعنی این همه اعتراضات وسیع و گسترده ایران رو به خارج منتسب نمیکرد، یعنی نمیدونه چی کار کنه، نمیدونه چی بگه. خانم ساری عزیز ببینم چقدر وقت داریم. آها نفر یه دقیقه اونیم شما، یه دقیقه اونیم هم حامد، با تو خداحافظی کنم. بفرمایید خانم انصاری، بفرمایید.
بله، من دوباره برمیگردم به این رفتن آقای خامنه‌ای به شابدالعظیم. من شابدالعظیم رو خوب یادم از کوچیکی. اون زمان یک ایرانی بود که هم کسانی مثل ما تونستن برن شابدالعظیم، هم کسانی که مثل همین آقای خامنه‌ای و اینا هستن. اما الان بعد از 43 سال که سعی کردن که اگه شما قانون مطبوعات جمهوری اسلامی رو بخونین، تقریبا نیست خط راجب کسانی نوشته که حق اینی که صداشون شنیده بشه و اینی که به دسترسی به روزنامه ها داشته باشن گفته، که تمام هم برای کسانی که کسانیست که هم در دولت، تکنوکرات ها، هنرمند ها، روزنامه نگارایی که قبل از انقلاب مشغول کار بودن. اینا از وقتی که اومدن سر کار تمام کانال ها رو بستن و فقط به کانال هایی رو باز کردن که بتونن خودشون کنترل کنن. ولی بعد از این 40 سال معلوم شد حکومتی که فقط میخواد ارد بده، دستور بده و نمیخواد صدا بشنوه و تغییر بکنه، مثل درختی است که انقدر خودش رو سفت نگه میداره ولی در برابر باد خواهد شکست. و این جاییه که الان جمهوری اسلامی هست، در برابر تاریخ، در ذهنیت مردم شکسته، فرسوده و علیه روند تاریخ. ممنون، ممنون، تشکر میکنم. یه لحظه گربه که اومد فکر کردم که ما هک شدیم، یعنی ارتش سایبری گربه مرتضی علی. یه لحظه که گربه مرتضی علی و من سپاه نمیدونم ارتش سایبری. آمه جان دادم خیلی با حیوانات خوب نیستن. مطمئن باشید اگر یک برنامه بود که یه دونه از اینجا نشسته بود، این گربه رو، خب مشکی رنگ هم هستش، بد میگرفت. امیدوارم همین اتفاق این بار براشون بیفته. من روی سخنم با نیروهای مسلحه، اونهایی که الان کف خیابون وایستادن و به سمت مردم شلیک میکنن، زن و بچه مردم رو میزنن. صبحی بلند میشید میبینید که پشت سر شما خالی است. پروازها به روسیه زیاد شده، پروازها به بلاروس، فرارها به کانادا، به اروپا، دروا برای گرفتن ویزا از کشورهای اروپایی، حتی شرق آسیا، فرار به تایلند و مالزی، از اینها زیادتر شده. اونها بساطشون رو دارن زودتر از اینکه شما فکر بکنید جمع میکنن. فرمان اونها به سرکوب فقط وقت خریدنه. نکشید مردم رو، نکشید. پشتتون خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکنه خالی میشه و فقط اون موقع است که شما میبونید و خشم مردم. تشکر میکنم، پیام جالبی بود. حامد جان خیلی سپاسگزارم. خانم اسدی خیلی لطف فرمودی، ممنونم. امین صوفیا مهر عزیز تشکر میکنم، تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر. ممنون. پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20 هزار پرونده تصادفات. دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند. انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است. دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه.
جیلویز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به همزبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جیلویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جیلویز را نصب کرده، صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جیلویز، همیشه و همه جا. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جیلویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیلویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. هم اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 2.3. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به جیلویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های جیلویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیلویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید از اجناس کمیاب. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، رانندگی در حال مستی. در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، 1-800-322-94-25. از ادب و احترام مجدد همینان عزیز و ارجمندان، بریم یه بیلان وضعیت موجود در ایران، بیلان جمهوری اسلامی و نیروهای مخالفش رو هم بررسی میکنیم، هم روبروی هم قرار میدیم، ببینیم به چه نتایجی میرسیم. در این تردیدی نیست که جمهوری اسلامی در جنگ نرم بازی رو باخته، جنگی که در سرمایه‌گذاری‌های کلان کرد،
سالیان دراز و تلاش کرد از طریق جنگ نرم در واقع بر مخالفان خودش، معترضان و روی هم افکار عمومی مردم ایران غالب بشه. شکست خورد. فکر کنید حکومتی که بیشترین سرمایه گذاری رو میکرده روی مثلا در یه دوره متوجه شدن سریال سازی جواب میده، رو تولید سریال برای اینکه مردم رو خانه نشین کنن، سرمایه گذاری در بیرون از ایران روی پاره از شبکه‌ها که حالا اونا میتونستن زنان برهنه رو نشون بدن، فیلم های سکسی نشون بدن و از این قبیل، که در این کار میدونیم آقا مجتبی سرمایه گذاری های کلان کرد روی 2 میلیارد دلار. از دبی هم شروع شد، بعد شروع شد به دبی سریال ها و از این قبیل و اقداماتی که از بیرون در واقع اجرایی میشد بلکه بتونه دروب رو تو این بازی هم باخت، چون مثلا زورشون به ترکیه نرسید بعدها حتی به کره، چون در آغاز به کره بعد به ترکیه نرسید. کار به جایی رسید که امروز 100 چهره سینمایی ایران رو از فیلم های مستند بگیرید، بازیگران سرشناس بگیرید، کارگردان ها رو یا بازداشت کرده یا زندان انداخته یا ممنوع الخروج و ممنوع الکار کرد. یعنی حکومتی که بیشتری سرمایه گذاریش رو این گروه بود برای تبلیغات و سعی میکرد از طریق همین سلبریتی ها برای خودش ارزش اعتبار درست بکنه و اینها رو توی ویترین قرار میداد برای بگه تو انبار ما جنس خوب زیاد داریم. امروز ناچار شده همه اونها رو یا زندانی کنه یا ممنوع الکار کنه یا ممنوع الخروج بکنه. این یعنی ریزش هولناک. همین وضعیت در ورزش دیگه، در فوتبال. حکومت در تمام این سالها تلاش کرد از طریق سپاه و شخصیت هایی که از سپاه به محیط ورزش میمدن، هیچ آشنایی با ورزش نداشتن، این صنعت رو مهار بکنه و به سود خودش شکل بده و به این ترتیب بتونه جوانها رو بخره. اما در آخرین حضور 100,000 نفره جوانان تو استادیوم آزادی چه اتفاقی افتاد؟ در استادیوم تهران؟ سلام فرمانده مورد تمسخر 100,000 نفر قرار داد. 100,000 جوانی که بلند شدن فرمانده و این ترانه رو مسخره کردن. اینا متوجه شدن که نه، ورزش هم تبدیل شده سکوی علای خود اونها. حکومت در جنگ نرم باخته به مردم ایران. در کارزار به اصطلاح جلب حمایت از دنیای بیرون و قدرت ها و حتی کشورهایی که منافعی در ایران دارن یا ایران میتونست منافع اونها رو تأمین بکنه، دچار یک شکست و ناکامی فاحش شده. ایرانی ها موفق شدن، مردم ایران به میشه زنان ایران موفق شدن که دنیا رو تسخیر بکنن. تمام این اهرم ها رو از چنگ جمهوری اسلامی بیرون کشیدن، اهرم قدرت ها. جمهوری اسلامی در آلمان خیلی قدرت و نفوذ داشت، موفق شده بود بسیاری از سران احزاب رو با خودش هم داستان بکنه. کار به جایی رسیده بود که دستگاه اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در دستگاه اطلاعات و امنیت آلمان رفت و آمد داشت، یعنی عواملش تردد میکردن. در دستگاه امنیتی آلمان به روی جمهوری اسلامی باز بود در یه دوره، اما این بهمه رو لولو برد. کار به جایی رسید که مرکز اسلامی هامبورگ هم تعطیل میکنن. موسوی فر رو حجت الاسلام مفتخار راندخاری که از ایران آمده بود اینجا در هامبورگ، کاری هم نداشت، بام تا شام تو صد معامله هم شرکت داشته، در کار پولشویی هم بوده، در کار حمایت و پشتیبانی از گروه های حزب الله در آلمان بوده که سندورهایی بودن که با چراغ خاموش این بر اومد میرفتن، چون حزب الله در آلمان تحت تحریم، یعنی جزء گروه های ترور شناخته میشه.
اینا چه کردن؟ از طریق همین موسوی فر سعی کردن که این سلول های رها شده که ارتباط ارگانیک رو قاعدتا از دست داده بودن، چون نگران بودن که فعالیت هاشون فاش بشه، اینا رو بیاره زیر عبای خودش. گفتن یا میری یا با لجت بیرونت میکنی. خودش سوار شد برگشت. اینا اتفاقاتیست که هرگز در کشورهای اروپایی رخ نمیداده. بنابراین اپوزیسیون ایران، جنبش انقلابی ایران در درون کشور، زنها و دخترهای ما موفق شدن اصلا سیاست خارجی کشورهای غربی نسبت به ایران رو تغییر و دگرگون تغییر بدن و دگرگون کنند. هنوز نرسیم به نقطه ذوب، هنوز اجماع کامل پدید نیامده، ولی حرکت هایی در این زمینه شروع شده و اینا هم دیگه نمیتونن برگردن به نقطه اول. هیچ کدام از این قدرت های غربی دیگه قادر به بازگشت به نقطه اول نیستن، یعنی حرکت می بازگشته. درنچه اگر عواملی در جمهوری اسلامی هستن که هنوز امید بستن به اینکه کشورهای غربی اندکی تخفیف بدن بازگردن به اون مواضع قبلیشون، در اشتباه محضن. چون دیدم یه جاهایی پاره از اصلاح طلبان چه اظهار امیدواری هایی میکنن، اونم برای چی؟ برای که دل اصولگره ها رو به دست بیارن، بلکه بتونن قدرت رو از چنگ اونها در بیارن، به این بهانه که ما میتونیم هنوز ایران رو نجات بدیم، هنوز راهی برای نجات هست. این حرف سعید حجاریان، این حرف سعید حجاریان دقیقا همون حرفی زد که روز اردشیر زاهدی زده بود. من به خاطر از منزل آقای عمید نائینی بودم، سردبیر روزنامه آیندگان بود، خیلی من مناسبات نزدیکی داشتم با داریوش همایون هم با اردشیر زاهدی، خودشم روزنامه نگار نازنین، بعد هم سعی کرد که آیندگان رو حفظ بکنه، موفق نشد. روزهای شلوغ ایران، تماس تلفنی به اصرار من، اردشیر خان آمده بود از آمریکا به تهران، دیداری هم با پادشاه داشت، تماس گرفت، ایشون گفتش که اوضاع در هم ریخته است ولی خطرناک نیست. همین حرف رو باید امروز از زبان سعید حجاریان میشنم، در هم ریخته است، خطرناک نیست. نه، هم در هم ریخته است هم خطرناکه. هم هیچ چاره دیگه در برابر حکومت اسلامی وجود نداره، هیچ راه حلی در برابر جمهوری اسلامی نیست، نه دیگه، چون عزمش وجود داره، نه ارادهی وجود داره، نه رهبری در جمهوری اسلامی هست، رهبری که هم سن و سالش اقتضا بکنه، هم او رو بشه به راه راست آورد. دیگه خیلی دیر شده. حتی اگر آقای خامنه ای در تمام به مواضع خودش هم تجدید نظر بکنه، امکان نجات دادن جمهوری اسلامی وجود نداره. شکست فاحش دیگه که حتی به تصور ما نمی اومد، شکست عواملی که در ایالات متحده آمریکا هم تو در کشورهای اروپایی اشاره به آمریکاست، سرمایه گذاری های کلانی که آمریکا تو دانشگاه های آمریکا کرد برای اینکه بتونه فضاهای اکادمیک رو در آمریکا به سود خودش حفظ بکنه، از طریق استادها یا عواملی که یا مدرسانی که در این دانشگاه ها بودن و میتونستن نقش پادور رو برای جمهوری اسلامی داشته باشن، یا مالکش جمهوری اسلامی باشن، یا گاهی که جمهوری اسلامی لازم داره برایش نظرسنجی انجام بدن، خودشون یا نظرسنجی رو بکنن یا نظرسنجی رو احاله بدن به پاره از بنگاه های نظرسنجی که در برابر هر کدام از اونها یه علامت سؤال بزرگی در برابر اصالت اونها، اصالت کاری اونها و امانتداری اونها همیشه یک علامت سؤال بزرگ وجود داشت که من پاره از اونها رو خوب میشناسم. یکی از اونها که برای جمهوری اسلامی سفارش جمهوری اسلامی نظر سنجی میکنه، این
ریشه لبنانی داره، همه در جریان هستیم، یا مریلند که عواملی در اونجا هستن که به نام دانشگاه مریلند نظرسنجی میکنن، به این نتیجه میرسن که مثلا 80% مردم ایران اصلا عاشق بمب اتم هستن، دوست دارن بمب اتم داشته باشن. یعنی از این حوادث کمدی ما زیاد دیدیم با چشم خودمون در همین آمریکا. جمهوری اسلامی این بازی رو هم باخت. تمام سرمایه گذاری هایی که توی رسانه های کلان آمریکا کرده بود، هر موقع یکی از چهره‌های کلیدی جمهوری اسلامی به آمریکا می اومد، در تمام این رسانه ها به روی اونها باز بود، به خاطر اینکه وقت رو می خریدن، اونم با کی؟ و چهره‌های خیلی سرشناس تلویزیونی، چهره‌های معتبر. و بعد پرسش ها را به طور کتبی در اختیار اونها قرار میدادن، مبادا از خودشون سوالی بکنن که باعث رنجش بشه یا بتونه مواضع جمهوری اسلامی رو به اصطلاح بختوش کنه. تو این جنگ هم باخته. امروز نیروهای اپوزیسیون میبینید در سی ان ان، امروز نیروهای اپوزیسیون میبینید در فاکس نیوز، در بقیه، در سی ام بی سی، در رادیو سراسریه خود ایالات متحده آمریکا و و و نشون میده بازی از دستش بیرون رفته. دلالهاش دیگه منشأ خدمتی برای حکومت نمیتونن باشن. بازی از شنگ اونها بیرون اومد. اینا میدون رو خالی کردن. برای چی؟ و نیروهای مخالف. برای همین امروز مسیح علی‌نژاد کجاست؟ در الیزه است. خانم نازنین بنیادی کجاست؟ در شورای امنیت ایالات شورای امنیت سازمان ملل. در کجاست؟ در حضور آقای بلینکن. در کجاست؟ در حضور آقای رابرت مالی در کاخ سفید. نمایندگان ایران، نمایندگان اپوزیسیون ایران، نمایندگان مردم ایران، نمایندگان زنان ایران، یعنی در تمام این عرصه‌ها جمهوری اسلامی بازی رو باخته. یعنی تصور نمیکردیم که روزی بشه این همه امکانات و این همه اهرم رو از چنگ جمهوری اسلامی بیرون بیاد. جمهوری اسلامی در بیرون از ایران هم داره تلاش هایی صورت میگیره، به نظرم اصلا جوان مردانه نیست، برای اینکه اصالت جنبش مردم ایران، زنان ایران رو هم میهنانم اونم به شکلی مورد دست برد قرار بدن. نباید این کار صورت بگیره، نباید این کار ادامه پیدا بکنه، یا ما باید هوشیارانه بهش برخورد میکنیم. هر گونه سیاستی، هر گونه به اصطلاح روی کردی که باعث ایجاد تفرقه در بین ما بشه یا ایجاد شک بشه نسبت به جنبشی که در درون کشور وجود داره، مطمئن باشید پشتش اصولیتی نیست. جمهوری اسلامی الان از طریق رهبرش میخواد به مردم اینطور تلقین کنه، یا به هواداران خودش، به مردم که دیگه موفق نمیشه تلقین بکنه. اینم چقدر وقت داره؟ دو سه دقیقه. تلقین میکنه که این نیروهای فرامرزی هستند، این رسانه ها هستند که دارن مردم رو در درون کشور تحریک میکنن. این آمریکا است، این اسرائیل، این عربستان سعودی، پول عربستان سعودی است. بیاد من ده ها رسانه رو در این دهه های اخیر برای شما یک یک شماره بکنم که سرمایه گذاری های کلان کردن، بلکه در کشورهای همجوار یا کشورهای دیگر تحریک بکنن، اما موفق نشدن. قوی ترین و نیرومندترین رادیوی روی کره زمین رادیو تیرانا بوده، آلبانی. میخوام ببینم چه غلطی کرده علیه امپریالیسم و کاپیتالیسم. چین، رادیو پکن، بزرگترین سرمایه گذاری حزب کمونیست چین در تمام دهه‌های اخیر، یکی علیه تبت بوده، یعنی پروپاگاندا علیه تبت و علیه تایوان. چی به دست آورد؟
مگه سرمایه گذاری خارجی میتونه به جنبشی شکل بده؟ تا نیروهای درونی نباشن قدرت خارجی نمیتونه نفوذ کنه. حرف لنینه، حرف درستیه. اول باید عناصر مقاومت و پایداری در یه مملکتی باشه. تا شما که در خارج نشستید حساب بکنید ممکنه در اثر تغییرات و تحولات منافع من به خطر بیفته، پس من به فکر منافع بعدیم باشم. اینه که حمله کردن به این رسانه، به اون رسانه که دیدم در بیرون از ایران داره بازتاب پیدا میکنه، فقط به چه قصدیه؟ که اصالت اون جنبش مورد تردید و شک قرار بگیر. اصالت یک جنبش ناب سراپا ایرانی و یگانه و یکتا در تاریخ. بنا به گفته ژیژک فیلسوف بزرگ اسلوانی، شما با پول خارجی میتونی یک جنبش بی همتا در تاریخ بسازی؟ اگه اینجوری بود، اگه با پول میشد جنبش خرید، اگه با پول میشد جنبش ها رو در یک کشوری شکل داد، که دیگه آدم های ثروتمند یا دولت ها و قدرت هایی که پول به حد کافی دارن که مشکلی تو این دنیا نداشتن، در اون منظومه شمسی رو میکردن به اسم خودشون. خیلی حرف در این زمینه هست، حتما با هم صحبت میکنیم. بعد هم نکته آخری که میخواستم بهتون بگم اینی که این استراتژی دشمن تراشی آقای خامنه ای هم نتیجه نداد. تا به اینجا جواب، قبلا جواب میداد، دست کم برای حزب اللهی ها بودن، جواب نمیده. چه نیروی برای جمهوری اسلامی الان باقی مونده؟ تنها نیرو نیروهای چرایه‌ای که چف خیابونن، یه مش لات، یک مش آدم بی سواد، یک مش آدمی با سوابق جنایی، یا آدمایی که سوء سابقه دارن، اینا رو خریدن انداختن به جون مردم. این تنها نیرویست که برای حکومت مونده. میگید نه، نگاه کنید به مقاله‌ای که امروز توی روزنامه آرمان ملی، روزنامه آرمان امروز منتشر شده، یکیش حجت الاسلام آقای مرتضوی، ضیا مرتضوی، که میگه اینا اعتراضات، اینا مطالبات، بعد میگه این مطالب، این اعتراضات طویل المدت شده و بترسید، میگید عنوان درشتش، بترسید از روزی که توی دستان علیه شما بلند شد. و مقاله دیگری بخونید راجع به شکست پوتین در اوکراین. شکست پوتین در اوکراین به نظرم اشاره مستقیم به شخص علی خامنه ای بابت پیوند زدن سرنوشت ایران. ممنونم، تشکر می‌کنم.